توی فراخوان با همفکری که با اعضای مؤثر و در واقع اعضای خانواده عروسکی برگزار شد، نشست‌های مختلفی که داشتیم بر اساس آسیب شناسی دوره‌های قبل، دوره‌هایی که ما خودمون به عنوان شرکت کننده حضور داشتیم طراحی بشه و بتونیم به اون نتایجی که مد نظرمون هست دست پیدا کنیم. خیلی شفاف هم عرض میکنم که هر جای مسیر احساس کنیم که اشتباه رفتیم کارو تو بخش‌های مختلف بلافاصله اعتراف میکنیم و در واقع اشتباهمون رو تصحیح میکنیم، چون هدفمون برگزاری یک جشنواره اول با شکوه و دوم اینی که بعد این تقریبا 4 سال هست که الان روند تولید نمایش عروسکی متوقف شده به خاطر کرونا و به خاطر مسائلی که داشتیم دوره قبل هم که به صورت مجازی برگزار شد، یه ذره این تکون دادن در واقع این ماشینی که مدت هاست در جا بوده یه ذره سخته، ولی من مطمئنم که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. با خیلی از دوستان صحبت کردیم، خواهش کردیم ازشون که در واقع به تولید فکر کنن، خواهش میکنم از بخش‌های مختلف شامل ادارات دولتی، NGO ها، شرکت ها و مؤسسات بزرگ که کنار جشنواره باشن تا بتونیم یک جشنواره خوب برگزار کنیم. جشنواره عروسکی که به صورت بین‌المللی برگزار میشه فرصت درجه یکی هست برای شهر تهران و ما امیدواریم که از دوستان شهرداری، عزیزان وزارت گردشگری و میراث و بقیه جاها کمک بگیریم برای برگزاری باشکوه جشنواره شده. جشنواره که توی 3 بخش برگزار میشه، ویژه مخاطب بزرگسال، یعنی بر اساس مخاطب تقسیم بندی شده و کارهایی که ویژه مخاطب کودک، نوجوان و خانواده است و به اضافه نمایش فضای باز. ما نزدیک 40 تا کار نهایی پذیرفته شده خواهیم داشت، 15 تا در بخش بزرگسال، 15 تا کودک و نوجوان و خانواده و 10 تا توی فضای باز. صد البته ما اگر کارهایی داشته باشیم که، یعنی امیدوار باشیم به اینکه تعداد کارهای خوبمون توی بازبینی زیاد باشه، این ارقام وحی منزل نیست، حتما میتواند جا به جا بشه، ولی تأکیدمون روی کیفیت کار هاست، ممکنه از 15 بالاتر باشه یا پایین تر باشه. طبعا بزرگترین تهدید ما توی این دوره برگزاری زمانیه که در اختیار داریم، چون یه ذره به هر حال به خاطر دلایلی که جناب دکتر فرمودن ما دیر اقدام کردیم، ولی یک تفاوتی با دوره های قبل و تقریبا میتونم بگم تمامی جشنواره هایی که برگزار میشه الان وجود داره، اونم اینه که ما مرحله بازخونی متون رو حذف کردیم از جشنواره. فقط گروه ها برای بازبینی قراره که ثبت نام بکنن، چون بخشی از انرژی و بودجه ما تو این مرحله طبیعی هم بود، بخشش به کار می اومد در ادامه و بخشش از بین می رفت. حالا ما به خاطر اینکه انگیزه ها رو مخصوصا توی بچه های جوان در واقع حفظ کنیم، تو مرحله بازبینی نزدیک 20 تا اثر هم که رد میشن و به جشنواره راه پیدا نمی کنن، ضمن اینکه ما تلاش خودمون رو می کنیم که اینها به تولیدشون ادامه بدن و به اجرا برسن، یه مبلغی هم به عنوان کمک هزینه به 20 تا گروه رد شده ای که هزینه کردن در واقع قراری که پرداخت بشه. مهمترین مسئله ای هم که وجود داره، ما به واسطه اینکه بچهای عروسکی تو حوزه های مختلف فعال هستن، 2 تا در واقع فراخوانمون ویژگی داره نسبت به دوره های قبل دیگه. این بند هر کارگردان با 1 اثر در جشنواره میتواند حضور داشته باشد برداشته شد. ما در حال رایزنی هستیم با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به خاطر اینکه بتونیم این دوستان رو به گروه های اجرایی وصل کنیم و بتونیم کمک بگیریم ازشون. سال هاست تو این زمینه همکاری شده، یعنی خود من به عنوان عضوی از خانواده عروسکی توی کارها من علارغم کمکی که نیازی که داریم به این دوستان نادیده گرفته شدم و یک بخشم یک جایزه ویژه هم برای دوستانی داریم که با گروه های عروسکی همکاری دارن میکنن
یا طرح جدا قراری که به ما ارائه بدن. یک جایزه دستاورد ویژه داریم، دیپلم افتخار مبلغ 12 میلیون برای بخش هایی که ما توی داوریمون لحاظ نکردیم، شامل بازیگری هست، طراحی نور، طراحی گرافیک و غیره. خبر خوب این که حالا برای در نظر داریم که یکی از سالن های این مجموعه رو در اختیار نمایشگران عروسکی قرار بدیم. بله. و خبر خوب دیگر این است که کمک هزینه ها و برحال جوایز و حمایت هایی که بعداً در حوزه تئاتر کودک و یعنی تئاتر عروسکی خواهد شد، برحال برای تولید چرا ویژه این جشنواره رو دیدیم؟ به خاطر اینکه برحال با یه مبلغ اندکی که حتی گروه عروسکی نمیتوانستن عروسک خودشون رو هم تهیه بکنن، شرایطی رو مهیا کردیم که بعدش بتونن اجرا برن. برحال هم کمک هزینه ورود و محصولی که از این جشنواره در میاد بتونه یک سال تولید به حال تئاتر تهران رو مهیا بکنه. با صحبتایی که با جناب آقای حجازی فرد داشتیم دقیقاً به این موضوع فکر کردیم و انشاءالله با حمایت‌های وزارتخونه مطبوع و همچنین معاونت هنری اداره کل هنرهای نمایشی و دیگر عزیزان، و حتی در نظر داریم که انشاءالله تولیدات نمایش عروسکی ما به استان ها هم اعزام بشن، نمایشای خوب تئاتر برای جشنواره ما استان های دیگه هم ازش استفاده بکنن. این جزو برنامه‌های ماست. یکی از بخش‌های مهم ما افتتاحیه و اختتامیه جشنواره است که در واقع درگیر کردن عامه مردم با جشنواره است. طبعاً یک سری ملاحظات هست، از جمله اینی که امنیت خانواده‌هایی که حضور دارن توی این مراسم در واقع تأمین بشه. یعنی دیگه هممون می‌دونیم دیگه به هر حال اینجا بحث حریم تئاتر شهر رو همین مسائلی که خبرهایی که گهگاه میشنویم و اینها رو باید در واقع ما بتونیم تضمین بدیم به مردم که دارن اینجا حضور پیدا میکنن. خیلی پیشنهادهای خوب و هیجان انگیزی داریم، ولی میگم از بخشهای مختلف هم قرار هست که بهمون کمک بشه و باید انتخاب کنیم، ولی حتما خواهیم داشت، نه تنها تو افتتاحیه، انشاءالله تو اختتامیه هم این قضیه، یعنی مراسم اختتامیه شاید یک مراسم عمومی تری باشد با حضور مردم. امیدوارم جشنواره عروسکی و کمک شما دوستان رسانه باعث بشه که هم در واقع توجه وزیر محترم ارشاد و شهردار محترم تهران یک بار برای همیشه این تکلیف حریم تئاتر شهر مشخص بشه. یعنی من در مقام یک نمایشگر عروسکی از شما خواهش میکنم که این مطالبه گری رو هر جایی صدایی از بچه ها شنیدید بتونید انعکاس بدین، چون واقعا مسئله مهمی است. من اینو یادم رفته بود درس کنم. من الان نگران شادپیمایی افتتاحیه اینجا هستم که یک خانواده با بچهش بلندشه بیاد اینجا مثلا گوشیش به سرقت بره. اصلا یعنی دیگه میشود اصلا طرف عروسک رفت با این خانواده. از همه عزیزان مدد میخوام که ما بتونیم هرچه زودتر حریم تئاتر شهر رو تکلیفش رو روشن بکنیم، چون مسئله مهم چون این جشنواره و حتی اجراهایی است که الان داره اینجا میره، اصلا خدمتون پیگیر باشید که ما بتونیم این مسئله رو زودتر حل کنیم. به نظرم وظیفه شهرداری ها هست وقتی ما داریم روی اسم تهران، روی خواهرخواندگی به عنوان شهر مدرن، به عنوان شهر شاد ازش یاد میکنیم، وظیفه شهرداری هست که حمایت کنه و حضور داشته باشه. میشناسم دوستان رو تو شهرداری و میدونم که این حمایت رو دقیق نخواهند کرد و واقعا دیگه فقط توی این عناوین بسنده به بیلبوردها و فلان اینها نشه و عملی هم ما دوستان رو تو گود ببینیم. خانواده عروسکی به شدت خانواده نجیب و درجه یکی هست، ولی چون معمولا صدا سازی هم بلدن بخوان صداشون بره بالا، یعنی فرکانس های بالایی هم دارن توی صدای بالا، که امیدوارم که تو همون صداهای پایین بمونیم، فرکانس های پایین بمونیم. خیلی خیلی ممنونم از خیلی متشکرم. خیلی مرسی، سپاسگزارم، امیدوارم که شما رو ببینیم.
ببخشید.